کاردار سفارت امریکا برای افغانستان به تازگی منع کار زنان افغان در نهادهای غیر دولتی و خارجی از سوی امارت اسلامی را نگاهش کرده و در حساب توییترش نوشته که مسئول این تصمیم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان است. او تاکید کرده که به عنوان نماینده بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان حق وضاحت در این مورد را دارد. من به عنوان نماینده بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان احساس دارم و به خود این حق را می‌دهم و آن را وضاحت می‌دهم، در شرایطی که زنان اجازه توزیع کمک‌ها را به سایر زنان و اطفال دیگر نداشته باشند. این تصمیم قاری دین محمد حنیف است. من وی را مسئول می‌دانم. اما سخنگوی امارت اسلامی واکنش‌های مقامات آمریکایی در مورد تصامیم اخیر امارت اسلامی مبنی بر وضع محدودیت‌ها برای کار و تحصیل زنان و دختران افغان را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌داند. ذبیح الله مجاهد در حساب توییترش نوشته که تمامی نهادهایی که می‌خواهند در افغانستان فعالیت داشته باشند موظفند تا از قوانین و مقررات افغانستان پیروی نمایند. آقای مجاهد تاکید کرده که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند تا درباره تصامیم رهبری امارت اسلامی اظهارات بیهوده و تهدیدآمیز نماید. مقامات آمریکایی باید از دخالت در امور داخلی ما دست بردارند. تمامی نهادهایی که میخواهند در افغانستان فعالیت کنند موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور ما هستند. ما به کسی اجازه نمیدهیم که تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه درباره تصمیمات رهبران ما حرفهای بیهوده بزند یا تهدید کنند. مسدود ساختن مکاتب و در کار برای زنان در تقابل با منافع ملی، ترقی و معارف و پیشرفت افغانستان است و قضا در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنان ضرورت است تا ما حرمت بگذاریم به منافع ملی کشور خود و به اعلامیه جهانی حقوق بشر و از هر نوع تحریم و تعصب در برابر زنان اجتناب کنیم. تصامیم اخیر امارت اسلامی مبنی بر منع تحصیل و کار دختران و زنان در نهادهای غیر حکومتی واکنش‌های زیاد جهانی را به دنبال داشته و جامعه جهانی از پیامدهای این تصمیم دولت سرپرست افغانستان هشدار داده است. دفاع از حقوق بشر، خصوصاً از حقوق زنان در افغانستان از طرف جامعه جهانی هیچگاه مداخله شمرده نمیشه، به خاطر که افغانستان جزء دهکده جهانی است. بنابراین اصل است که میلیون ها دلار، میلیاردها دلار مؤسسات بین المللی خیریه برای افغانستان سرازیر میکنه به خاطر از جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان. بنان اونا حق دارن که از همنوع خود در هر گوشه از دنیا باشه اونا حمایت کنن، صدای خود را بلند کنن. هرچند بیش از 15 ماه از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن دولت سرپرست افغانستان نشده است. با تازگی جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که وضع محدودیت‌های تازه برای زنان افغان امارت اسلامی را از مشروعیت جهانی که در انتظار آن هستند دور خواهند ساخت.